دوستان سلام، بین با آقای دکتر آشوری یکی از آب‌بندان‌های استان گیلان و یک کار مشترکی رو با هم شروع کنیم. شاد باشید. امروز با آقای دکتر آشوری اومدیم آب‌بندان فشتان. متاسفانه سنبلابی اینجا ریخته شده و یه تیم دو نفره ارتش ما امروز دو نفره است. آقای دکتر خدا قوت. زنده باشید. مرسی. خب آقای دکتر توضیحات شما رو میشنویم. آره دیگه، اینجا یک در واقع منطقه تفریحی، مردم اومدن اینجا نشستن، سنبل آبی رو انداختن در داخل این کانال. اگه این جا تمیز نشه به زودی سنبل آبی تکثیر پیدا میکنه، جای همه گیاهان رو میگیره و این آب‌بندان رو هم آلوده میکنه. الان بهترین موقع مقابله با سنبل آبی، چون تازه داره رشد میکنه. رشد میکنه. بله. خیلی عالی دکتر. خواهش می‌کنم. دوستان ما بریم ادامه برنامه، تا آخر با ما باشید. این پاسا گل نزده. خب بعضی رو نزده. بنابراین بعضیش اونجا هنوز ریخته نشد. ریخته نشد. آره. و اگه ما الان بتونیم خوب جمعش بکنیم، این باعث میشه که اینجاست. اینجاست. جمعش بکنیم. باعث میشه که نگذاریم این تکثیر بده به انسان. ببین تکثیر داره رشد میکنه. آره اینا رو من جمعه جمع کردم. آره با این هایی که بیرون هم ریختی باز برگشون چون آب داشته میبینی؟ آره این همش آب داره میبین؟ آره این پیازشه. آره میبین؟ این پیازشه. این باعث میشه که روی آب شناور بمونه. شناور بمونه. آره این باعث میشه روی آب شناور بمونه. اینم ریزو میشه دیگه، ببینی؟ ریزو میشه. ریزو. این از سال گذشته مونده. آره. از سال گذشته این چقدر زیادم شده. یعنی بگیم که اینها سمی نیستن. اینو رو سم بگیرید. اینو بگیرید. اینو بگیرید ببینید. نگاه کنید این استولونشه ببینید. از مال سال گذشته است. ببینید این استولونشه. گیاه مادری اگه این باشه، یه گیاهچه جدید کنارش به همین فرمت تکثیر پیدا می‌کنه. تکثیر میشه. زیاد بله. میشه. این استولون این سنبلابی نگاه کنید، مشخصه دقیقاً دوستان چه اتفاق میفته داخل آب و تکثیر میشه. اینم ببینید این استولون جدیدشه. استولون جدید. بله. الان بهترین موقع این ریشش رو نگاه کنید. ریشش و خدمت شما هست. اینم گیاه جدیدشه نگاه کنید. گیاه جدید. بله داره کم کم رشد پیدا میکنه. توی خرداد ما و تیر ما تکثیرش یک باره 40 برابر، شاید بگم 30 تا 40 برابر افزایش پیدا میکنه. به یک باره یک منطقه وسیع رو آلوده میکنه. آلوده خیلی راحت میاد چون فقط باید مواظب باشیم نشکنه. خب آره. وقتی که بشکنه بقایاش به درقت باقی نمونه. آره زنده با. خیلی راحت الان ما آوردیمش جلو. نگاه کنید خیلی راحت آوردیمش جلو. آوردیمش جلو. الان جمعش میکنیم و اینو میندازیم توی بخش اعظم سنبلابی آبه. آره 85 86 تا 94 درصدش آبه. ببینید ماسک بندن که افتاده هم اونجا. راحت میشه از عکس نگرفتیم نه اون از یه بر ما باید جمع بشن، همه شون باید جمع بشن. های دکتر این تک بوته ها رو باید جمع کرد درسته؟ بله همه رو باید جمع کرد. اون تک بوته خودش میتونه در سال 3000 تا بوته جدید تولید بکنه با همین روش تکثیر غیر جنسیش، با همون استولونی که شما دیدین یا همون ساقه رونده. استولون یا ساقه رونده. بعد بسیار تردم است. تو این فصل چون این بقایای سال گذشته هستش ترده. متوجه اید؟ اونایی که توی بهار دوباره رشد پیدا میکنن تا پاییز ترد نمیشن. و به این آسونه شکستن. زنده باد، زنده باد، زنده باد. درود بر شما.
فکر کنم کلا منطقه پاکسازی شد. اولش فکر کردیم حدودا یک ساعتی طول میکشه، ولی سر یه روب همه رو پاکسازی کردیم. سنبال آبی ملاحظه بفرمایید، گیاه امسال است و هنوز به در واقع ساقه ننشسته. این پیازچشه ملاحظه بفرمایید که دنبرگشه و باعث میشه که این رشد عمودی پیدا بکنه. ملاحظه بفرمایید اول کارشه، ریشه هاشن و این هم ساقه روندشه. ببینید این ساقه را، این خطرناکه و این حرکت میکنه و یه گیاهچه جدید تولید میکنه. سمی نیست، ببینید این پفکیه. این باعث میشه که چی؟ ببینید گیاه رو سطح آب بمونه. رو سطح آب بمونه و هم رشد عمودیشو تضمین میکنه. و همین خاطر این گیاه 1 متر رشد عمودی داره. ملاحظه بفرمایید خیلی راحتم پفکیه. اگه این گیاهچه همین یه تیکه، همین یه مقدارم تو آب بمونه، این باعث میشه که در واقع خودش گیاهچه‌های جدید تولید بکنه. بنابراین همه اینها باید از داخل آب جمع‌آوری و بندازیم داخل خشکی. بله، یک تو آب نریزیم، دو هر جدیدیم جمعش بکنیم. خیلی راحت پاکسازی میتونیم بکنیم و با سنبال آبی مقابله بکنیم. خدا قوت میخواد. خدا قوت آقای دکتر. زنده باشید. مرسی. آره. چرا سنبال رو جمع میکنید آقای؟ اینا جایی که نباید ریخته بشه ریخته شده و احتمال داره این آب بندان کامل بگیره. زنده باشید. امروز اومدیم این تیکه که هست، این تیکه رو جمع کنیم و از زیاد شدنش در حقیقت جلوگیری کنیم. اینا هم که آیده که سمی نیست، درسته؟ سمی نیست. خب در واقع سرطانزا نیست. بنابراین هر کجا که دیده بشه باید این گیاه کامل جمع بشه. ولی متاسفانه این زیاد هم میکنه. بله بله بله، اون کوچیکا همش در واقع رشد میکنه و خودش منبع تکثیره. بله. خب منم الان میخوام به شما ملحق بشم، باید چیکار کنم؟ شلوارتون خیس شد. خب دوستان، این منطقه بود که ما پاکسازی کردیم با آقای دکتر و طرف فکر کنم اومده اینجا وایستاده و پرت کرد تو آب. الان حجمش کم بود ولی تابستون اگه میشد 4 ماه دیگه 5 ماه دیگه این آقای دکتر چند برابر میشد. بله قطعا ما باید 2 تا 3 ساعت وقت میگذاشتیم و یه حجم وسیع از سنبلابی رو جمع میکردیم. ولی الان بهترین موقع بود و گیاه داشت تازه رشد میکرد، حجم زیادی نداشت و کمتر از توی یک روب همه رو پاکسازی کرد. سمی هم نیست دوستان، جمع کردنش خیلی ساده است. بله بله بله، خیلی مفید. آها سنباله؟ یعنی چی تا اینجا اومد؟ کیا آورده پیش؟ کجا هست؟ زیاده؟ یعنی چی؟ حسین جان عقبم برگرد، عقبم برگرد نگاه کن، اونم هست. ها آره قطعش کنم اینو. چقدر خوب دیدید. معمولا احتمالاً میاد تو آب بازی کنه، حجم آب کم باشه احتمال تن اونا چی کنه، معمولاً 5 تا 0 بود. اینا چه فکر نمی‌کنم. باید بگرد واقعا دلیل نمی‌دونم چی چه یه توت قوطی اومده اینجا. بادی شاید یه چیزی یا بله بله باید ببینیم دلیلش نکنه خدا نکرده بعضیش اینجا ریخته باشه. حالا باید ببینیم دیگه. امیدوارم این اولین بررسی ماست اینجا. انشالله. آقای دکتر خدا قوت، اینا همه جمع شد درسته؟ این حجم جمع کردیم درسته؟ بله بله. این حجم ماشاءالله آقای دکتر خیس هم شدین درسته؟ چکمه آب شما هم چنین خیس شدید.
آره این آب ناگهانی سینا ارزشش رو داشت. حداقل خیالمون جمعه. حداقل این حجم آب داخل چکمه هاست ولی خیالمون جمع شد که اینجا دیگه سنبل آبی امسال نمیتونه اینجا جولان بده. آره. و با همتی که به خرج میدیم انشالله اینجا سنبل نابود میشه. نابود. خواهشمون از همه مردم اینه نه تنها این گیاه، هیچ جانوری رو، هیچ گیاهی رو بدون هماهنگی و بدون در واقع مشورت با متخصصش در اکوسیستم های طبیعی ایران رها نکنید، ول نکنید، دلسوزی رو بذارید کنار. ابتدا با یک متخصص مشورت بکنید، بعد اون رو در طبیعت راه‌سازی کنید. چون همین گیاه میدونید چه ضرری میتونه در واقع بر اکوسیستم ما و چه خطراتی بر اکوسیستم و جانوران ما تحمیل بکنه. همین گیاه سنبل آبی که جزء ده گیاه هرز آبی در واقع جزء بدترین های دنیاست. همین گیاه که فوق العاده گلش زیباست و خیلی ها دارن در گلخونه ها تو خونه هاشون پرورشش میدن و میفروشنش. نخرید لطفاً، نه بخرید و نه بندازینش در داخل آب، فقط هر جا دیدین از آب خارجش کنید. خیلی عالی، خیلی نکته خوبی اشاره کرد آقای دکتر. علارمی که خیلی گل زیبایی داره، بسیار مهاجمه و بسیار خطر. آفرین برای اکوسیستم طبیعی و محیط زیست ما. چون کل پهنه آبی رو میگیره. پهنه آبی میگیره و باعث حذف گونه‌های خودمون میشه. بله، گونه‌های گیاهی رو و گونه‌های گیاهیمون چیره میشه. بله. همه گونه‌های گیاهی رو در واقع حذف میکنه از اون منطقه و چون پهنه آبی رو میپوشونه، عملاً تبادل اکسیژن وجود نداره. جانوران در واقع آبزی مهره و مهره اونجا از دیگه از مهره دارن که کلا از اون منطقه کوچ میکنن و در واقع میرن و در واقع بیمورام اغلبشون میمیرن. اونجا زیستگاهشون دیگه نیست. در واقع حذف میشن. حذف میشن. دوستان نگاه کنید این سطح که الان شما میبینید گیاهی عملا روش نیست، اینجا گرفته بود این سنبل آبی، فکر کنم مشخص باشه تو فین بودن تقریبا 30 متر مربع یا حالا 25 تا 30 متر مربع بود که به قول خودم ارتش دو نفره و آقای دکتر آشوری عزیز اینا رو جمع‌آوری کردیم. چه آبی. آره. اینا رو نگیم لطفا. کانال اینجا به مساحت حدود 30 متر مربع آلوده به گیاه مهاجم سنبل آبی شده بود. با کمک آقای عزیز جمعش کردیم، این همه یه منطقه رو پاکسازی کردیم از این گیاه مهاجم، اومدیم برای پرنده نگری کنار این آبندان. بادخورک سینه سفید رو فکر میکنم سومین یا چهارمین رکورد برای استان ماست، برای توی منطقه دیدیم، خیلی خوشحال شدیم. بزرگترین بادخورک ماست تو ایران و الان داریم جوجاوری در واقع آشیان سازی کشیم کوچک رو تماشا میکنیم. کوچکترین کشیم ایران هستش و شما دارین صدای حیات وحش رو و این هم صدای کل کشیدن کشیم کوچک هستش. عالی. شبتون بخیر.